این شهر خلوت شده چین حکایت از اهمیت موضوع یعنی ویروس کرونا را دارد. آمار تلفات ویروس هر روز و ساعت افزوده می شود و چین تدابیر تازه‌ای را پیش گرفته است. شمار تعداد بیماری در اروپا می گوید مرز امن تا حد بسیاری بی‌معناست. این مرد چینی در شهر وان، شهری که بیشترین تلفات را داشت، در گذشته و پیکرش ساعتها بر روی سنگ فرش مانده بود. داوطلبان چینی کار ضد عفونی مکانهای مشکوک را به عهده گرفتند. در فرانسه 5 بیمار مبتلا به ثبت رسیده است. صبح امروز هواپیمای حامل 200 فرانسوی از چین وارد فرانسه شد که تمام مسافران آن را به قرنطینه بردند. در انگلستان تا کنون 2 بیمار مبتلا شناسایی شد و در سوئیس هنوز کسی مبتلا به این ویروس نشده است. چین تمام تلاش خود را برای ممانعت از شیوع بیماری به کار گرفته است. در پی اعلام طرح صلح آقای ترامپ که با واکنش‌های منفی در منطقه روبرو شده است، از جمله آقای اردوغان است که آن را یک خیانت می‌داند. او گفته اورشلیم فروشی نیست. اولین بار این جمله را آقای محمود عباس بیان داشت. این بخشی از گفته‌های آقای اردوغان. Böyle bir planı destekleyen kimi Arap ülkeleri Kudüs'le beraber kendi halklarına daha önemlisi tüm insanlığa ihanet ediyor. Duvali Arabi که از این طرح حمایت میکنند خیانتکارند. آنها نه تنها درباره اورشلیم بلکه مردمان خودشان و تمام بشریت خیانت میکنند. آقای بهرام قاسمی سفیر حکومت در فرانسه هم این طرح را محکوم به شکست میداند. این طرح نقاشی روی دیوار دو فرشته ای را نشان می‌دهد که می‌خواهد دیوار را از کرانه باختری باز بگشاید. امروز اولین نماز جمعه در اورشلیم بعد از طرح آقای ترامپ برگزار شد و اسرائیل پیش‌بینی‌های امنیتی را مد نظر گرفت، زیرا خشونت از همان ساعت اول مشاهده و حتی چند راکت هم به سمت اسرائیل پرتاب شد. امریکا میگوید منتظر چراغ سبز عراق است تا موشک‌های پاتریوت خود را در آنجا مستقر کند، اما مشخصاً معلوم و گفته نشده سمت و سوی جهتگیری موشک‌ها به کدام طرف خواهد بود. امروز آقای پومپئو در اوکراین با همتای خود ملاقات کرد. موضوعات رد و بدل شده منتشر نشده است. 3 مقامدار اتحادیه اروپا که از ساعت 11 امشب به وقت لندن اتحادیه اروپا را با غیبت بریتانیا مدیریت خواهند کرد. این یکی از خیابان‌های لندن گویای حادثه و سپس جراید بریتانیاست که هر کدام واکنش دیدگاه‌ها را بیان می‌دارند. ملاله یوسفزای دختر پاکستانی بعد از آنکه یک طالبان پاکستانی 5 سال پیش به او شلیک کرد و او را به بریتانیا بردند، دیرتر جایزه صلح نوبل را گرفت و اینک برای یک سفر به کشورش بازگشته است. او 19 سال دارد، تحصیلاتش را در بیرمنگام ادامه داد و حالا شاگرد دانشگاه معتبر آکسفورد شده است. این آقای ترودو نخست وزیر کانادا که در پارلمان این کشور از فاجعه قربانیان هواپیمای ساقط شده سخن گفت. گفتار او انسانی و سرشار از ادای احترام به حقوق انسانی است. فدراسیون تکواندوی بلغارستان اعلام کرد که ورزشکار ایرانی فرزاد ذوالقدر بعد از کیمیا علیزاده او نیز جمهوری اسلامی را برای همیشه ترک کرده است. با این همه تاکید شده که دلیل این کار او سیاسی نیست و بی ارتباط با ایران، اگرچه یادی از ایران، پرویز کیمیاوی فیلم په مثل پلیکان را به یادگار گذاشت و حالا هزاران پلیکان در گوشه از مکزیک خبرساز شدند که اغلب از کانادا آمدند تا به عادت هر سال باقی مانده ماهی های صیادان را چند روزی به عنوان غذا بخورند. ما برای پرسیدن نام گلی
آشنان چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.